1700 مفته مفت. داری میرسیم turn left. سلام دوستان عزیز من، امید هستم و خیلی خوش اومدین به یه ویدیو جدید. انقدر گفتید امید برو جاهای دیدنی و باحال ژاپن رو بهمون نشون بده که 100 کیلومتر رانندگی کردم از استان سایتاماکن اومدم به استان توچیکی. البته از توچیکی خود آره دیگه تو خود توچیکی این، ولی حالا نقشه میذارم که دقیقاً کجا هستن. اینجا بهش میگن توبو ورلد اسکوئر. این تو که برید ماکتای معروف همه جای دنیا رو اینجا این تو درست کردن. بریم ببینیم چه خبره. همین اول کاری کلکام ریخت بچه. نمازخونه هم زنونه هم مردونه، ولی ترش قفله. نوشته اگه میخوای نماز بخونی برو کلیدشو بگی یا بگو بیاد درات باز کنه. بچه من نمیخواستم بهتون بگم من شغلم رو عوض کردم، یه چند وقتی یه بچه قطار خریدم، خط توکیو ناگویا کار میکنم. لوکوموتیو 1897. قبل از اینکه ببینیم چه خبره اول بریم اینجا یه حالی به خودمون بدیم. 2800 ینه. بریم تو ببینیم چه خبره. ولی همین اول کاری کامرا دستم افتاد، شکست کامرا از افتاد و برگشت، یعنی دیگه تکون نمیخوره. خب بچه اومدم تو، قبل از اینکه بیام رفتم دستشویی، کامرام افتاد و متاسفانه دیگه کار نمیکنه، یعنی فقط ضبط میکنه. یعنی اگه بخوام بچرخونمش یا باید اینجوری بچرخونمش یا اینکه باید با دست بچرخونم لنزو که ببینم خودمو. بچه اینجوری که دارید نگاه میکنید چقدر خوشگله، درختا رو ببینید. اینجا کاخ آکاساکای توکیوه، خب که تو سال 1909 ساخته شده و الگو برداریش از کاخ ورسای فرانسه است. این کاخ رو اول واسه ولیعهد ژاپن ساخته بودن، پسر امپراتور، ولی الان به کتابخونه ملی تبدیل شده از سال 1974 یا مهمانخانه دولتی. چقدر خوشگل درستش کردن، باحال نه؟ این مینی درختارم ببینید چقدر باحال درست کردن. یعنی اگه بری توکیو آکاساکا یه همچین چیزی رو میبینی ها، واقعیشو. خیلی خوب بود بچه. اینی هم که اینجا میبینی توکیو اسکای سیریه دیگه. اینا من یکی از بزرگترین ساختم. اینا یکی از بزرگترین یعنی بزرگترین برج توی توکیوه. بچه فرودگاه ناریتا رو ساختن، چقدر بامزه است. فرودگاه بین المللی ناریتا ترمینال 2 چقدر باله. اینم داره حرکت میکنه. این ANA یا همون آنا میتونم بگم پرفروشترین خط هواپیمایی ژاپن دیگه. ایر نیپون اکسپرس بهش میگن. هلو، هاو ار یو؟ ام گود. یو تو، ثانک یو. میبینید بچه ها اینم جیل، GAL که میبینید اینم دومیه، یعنی اون اولیه تو ژاپن، این دومیه. چرا اون اولیه؟ به خاطری که خیلی از کارمندا، خیلی از شرکت ها با ANA کار میکنن به خاطر حالا قیمت رو نمیدونم به خاطر چیه، ولی اون همیشه رتبه 1 داره. این جیل هم رتبه 2 داره. چه این یکی که دارید نگاه میکنید اسمش توکیو تاوره و این توکیو تاور رو من فیلمشو قبلا گرفتم. اگه دوست داشتید این بالا میذارم، حتما کلیک کنید ببینید. فکر کنم خدای چقدر بود یادم نمیاد 2300 متر ما رو برد بالا، فیلمشو گرفتم حتما ببینید. داشتم فکر میکردم آدم چقدر باید بدشانس باشه که دمه در اینجا کامراش بیفته کار نکنه دیگه.
تا اینجایی که داری میبینیم فعلا همه ژاپنه. بچه اینجایی که دارید نگاه میکنید یویوگی استادیومه، سال 1964 ساخته شده برای المپیک توکیو، برای بازی‌های مثل شنا، والیبال و خیلی از ورزش‌هایی که داخل سالونی بوده رو این تو برگزار می‌کردن. همین الانش هم خیلی از ایونت‌های بین‌المللی رو توی یویوگی استادیوم برگزار می‌کنن. توکیو نشنال میوزیم، اینجا موزه بین‌المللی، موزه ملی 1931، از 1908 تا 1931. صدایی میاد از توش، نکنه این ونوه، مثل ونو میمونه. توکیو دومه، توکیو دومه، توکیو دوم 1985 ساخته شده، اولین و بزرگترین فضای سربسته با بیش از 56,000 صندلی. خیلی از مسابقات فوتبال، خیلی از کنسرت ها، خیلی از بازی های مهم بیسبال توی توکیو دوم برگزار میشه. توی کوماگایا ما یه کوماگایا دوم داریم که اگه دوست داشتید فیلمشو میذارم نگاه بکنید. اینجا هتل سابق امپریال هتل توکیو که سال 1923 ساخته شده، با یکی از آرشیتکت های معروف آمریکایی فرانک لوید ساخته شده در سال 1923. بچه تو 10 آگوست، من قبلا توضیح این ارتکویک رو تو 10 موضوع جالب تو ژاپن گفتم، نوشته این ساخته شده بعد از اون زلزله، خیلی مثلا آثار خیلی تخریب خیلی کمی روی این بنا به وجود اومده. بچه اینجا که دارید نگاه میکنید، اینجا ایستگاه مرکزی توکیوه، یعنی استیشن توکیوه. تو سال 1914 ساخته شده و الگوبرداری شده از ایستگاه مرکزی آمستردام تو هلند که سقف‌های گنبدی داره، که تو زمان جنگ جهانی دوم ویران شده. میگه اما هنوز به خود میبالد که از یکی از بزرگترین ساختمان‌های آجر قرمزی است که در ژاپن دیده می‌شود. هر روز توسط افراد زیادی مورد استفاده قرار می‌گیره. این ساختمان یک کپی مینیاتوری شده دقیق از شکل اصلی خود است. این کشتی که دارید نگاه می‌کنید که 167 متر طول داشته و 24 متر هم عرض، با گنجایش 600 تا مسافر، به اسم فوجیمارو در سال 1989 ساخته شده. میگه که این کشتی یه کشتی خیلی قدرتمند، همینطور که بالاش هم دارید نگاه میکنید خوراک مسافرت‌های تفریحی و لوکس بوده برای اون زمان 1989. حالا من 1984 به دنیا آمدم، یعنی این کشتی که 600 نفر رو میتونسته ببره، اینم که دارید نگاه میکنید پورت، یعنی ترمینال یوکوهاما ژاپنه. این قسمت هم فیشینگ پورت، کشتیایی که میرفتن برای ماهیگیری اینجا چیز میکردن. چقدر خوشگل ساختن یعنی کشتی ها دارن حرکت میکنن، خیلی باحاله، حال کردم. بچه هم نشد دیگه، حالا خدا رو شکر من اینو چیز گرفتم، یعنی ضمانت داره، هنوزم یک سال نشده. حالا فعلا که اومدم یه استان دیگه، حالا از اینجا که رفتم برم ببینم برام چیکارش میکنن دیگه. خب یه ذره ضد حاله دیگه، حالا نمیخوام ویدیو رو خرابش کنم ولی ضد حاله دیگه. پس کن تا اینجا بیای، میگم یه 4 تا دیگه دوربین آوردم، خیالتون راحت باشه، همشون هم باتریاش فوله، ولی این راحت کوچیک خیلی کارم رو مینداخت دیگه، اب نداره. بریم سراغ ویدیومون، بریم ببینیم که اینجا چه خبره. فوگی کاپو لایت هاوس. بچه اینم مجسمه آزادی آمریکاست که از طرف مردم فرانسه هدیه داده شده بود. این مجسمه که همون مجسمه لیبرتی هم هستش، توی همون جزیره لیبرتی و سمت چپ منهتن هستش. و اینکه
نماد نیویورک دیگه. حالا بچه که آمریکا هستن، نیویورک هستن، اینجا رو دقیقا قشنگ میدونن کجاست، حالا ما نمیدونیم اینجا کجاست. این چیه؟ نوشته 100 ین بندازید توش چی میشه؟ سکاسگاس گیتو. بذار یه 100 ینی بندازیم ببینید چی میشه. بچه این دوتا تاوری که دارید، ساختمون بلند و هم برجی که دارید نگاه میکنید، همون مرکز تجارت جهانی نیویورک بود که این سال 1977 ساخته شده بوده. ولی جالب اینجاست که سال 2001 توسط یه معمار ژاپنی آمریکایی به اسم یامازاکی طراحی شده. این قبل از ویرانی که مثلا قبل از حمله تروریستی که انجام شده بود، یکی از مکانهای دیدنی منهتن نیویورک بوده. خیلی جالبه که توسط یه دونه آرشیتکت ژاپنی آمریکایی درست شده. پسر این دوتا که مثلا چیز شد ریخت، به اینا هم صدمه زده یعنی؟ یا فاصله؟ آره یه خیابون فاصله شون. بچه که تو آمریکا هستید اینو حتما بهم بگید، یعنی یکی که 100% اون ساختمون کوچکه چیز شده. سر این چند چه تعدادی آدم این تو زندگی یعنی کار میکردن، زندگی میکردن، باور نکردنیه. همینجوری هم دارم نگاه میکنم ارتفاعش بالای 10 متر، چقدر خوشگل درست کردن. اینم نوشته که 1930 ساخته شده، 320 متر. خیلیه 320 متر برای همچین برجی. اونم چی؟ سال 1930 ساخته شده. این درخت ها رو میبینید چقدر خوشگل و باحالن. اینا همه درخت های واقعی ها، درخت های واقعیه که اینجوری سیزش کردن. اینم که وایت هاوس دیگه، کاخ سفیده، تو خیابون اوینیو تو واشنگتن دی سی هستش که هر رئیس جمهور آمریکا که میاد سر کار میاد اینجا زندگی میکنه. علی قشنگه. انشالله یه روز داشامیدتون رو اینجا ببینید، این بالا وایت هاوس 1799. ببینم بر پدرت لعنت که امروز ما رو اینجوری کردی. خدا وکیلی این دیگه خیلی باحاله. بچه ها